دخترای قشنگم، صبحتون بخیر. سلام بچه ها، صبحتون بخیر، صبح شنبهتون بخیر. امیدوارم تعطیلات آخر هفته پنجشنبه جمعه بهتون حسابی خوش گذشته باشه. میدونم که همتون هم حسابی درس خوندین. بچه زرنگای کلاس اول دو همشون درساشون رو خیلی عالی خوندن. آفرین پسرای قشنگم. محمد یحیی احمدی، بچه تا اسم کسی رو صدا نزدن دست بلند نکنه. مرسی عزیزم. تاها اسکندری، تاها جان اسکندری، تاها اسکندری، خب تاها نیست. امیر حافظ اسماعیلی، محمد یاسین اشراقی، آفرین. پارسا اصغری، پارسا اصغری، آفرین پارسا. آقای حسین داوودی، آفرین. صدرا زرگرزاد، آفرین صدرا. مهراد سربالاوند، مهراد سربالاوند. مهراد جا، من به مامان گفته بودم یه عکس برا من بفرسته، نفرستادی. حتما به مامان بگو که پیام منو چک کنه داخل واتساپ براش فرستاده بودم. شاه محمدی، محمد مهید شاه محمدی، سورنا شمشکی، آقای امیرعلی فرهانی، محمد مهدی محمد تاها، محمد مهدی محمد تاها، آقای علا عقیقی، مرسی، آقای امیر حسین طباطبایی، امیر حسین طباطبایی، آفرین امیر حسین. ایمان قاضی نژاد، آفرین. کیان کارگری، کیان کارگری، آفرین کیان. کیارش محمدی، کیارش جان محمدی، آفرین. حسان معمار نژاد، معمار نژاد هستی، مرسی. آقای کیارش مقدم، آفرین کیارش. فراز محبوتفر، خلیل مویزچی. خب بچه دستاتون رو بیارین پایین، همه دستا رو بیارین پایین، همه دستا رو بیارین پایین، همه دستا پایین 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 پایین، آفرین. اول از همه بچه ها، امروز ما برنامه‌مون یه جابجایی داره. همه دستا پایین، همه دقت کنن بچه ها. ما ساعت سوم امروزمون، همیشه کلاس قرآن داشتیم ساعت سوم شنبه ها. امروز ساعت سوم ارزشیابی گروه یک، آخر زنگ دوم اسمای بچه ها رو گذاشتم توی گروه، ولی باز هم میخونم که فقط پسرهای گل گروه اولم حاضر باشن برای ارزشیابی. ارزشیابی گروه دوم ساعت 12:30 به بعد صورت میگیره. ارزشیابی گروه دوم ساعت 12:30 به بعد. مرسی مهراد، دیدم عکستو. ارزشیابی گروه دوم ساعت 12:30 به بعد صورت میگیره. پس این جا به جایی، ما ساعت 4 قرآن داریم، ما اطلاع داشته باشین. مورد بعدی که میخواستم بگم، خواهش میکنم اگر دانش آموزی میخواد غیبت کنه، حتما از شب قبل یا صبح زود یا روز قبل با من هماهنگ بکنه. این از این مورد. تاها دیدمت، دیر اومدی چرا اینقدر؟ تاها اسکندری، بعد برات حاضری میزنم پسرم. پس موردی که گفتم، شمشکی دیدمت، قربونت برم، موردی که گفتم اینه که حتما غیبت هایی که بچه ها دارن از روز قبل هماهنگ بشه. مورد بعدی این که من اگر عکس یا برنامه ای میگم که توی کانال در موردش وایس میفرستم که من مثلا عکسی با این مضمون میخوام،
خواهش میکنم به پیغام من خیلی خوب دقت کنید. من برای درست کردن یک کلیپ تک تک مثلا چهارشنبه پنجشنبه به خانواده ها پیغام صوتی فرستادم، در صورتی که من به صورت کلی سری اولی که این عکسو میخواستم گفته بودم توی کانال. خواهش میکنم به پیغامای صوتی که توی کانال میفرستم با دقت توجه کنید. و اما بچه ها بریم سراغ درسمون. کتاب فارسی رو در بیاریم. همه کتاب فارسی ها باز. چهارشنبه با نشانه جدیدمون آشنا شدیم. مهمون هم داشتیم. کی بود مهمونمون؟ کی بود مهمونمون چهارشنبه؟ زنبوری. زنبوری چهارشنبه مهمونمون بود. بذاریم ببینم. صفحه مربوط به درس ز رو همه باز کنن. علا جان عقیقی تایید صدا و تصویر میزنی پسرم؟ علا جان تایید صدا و تصویر میزنی؟ بله خانم. سلام عزیز. صبح بخیر. صبح بخیر. چهارشنبه قایب بودی؟ بله حال نداشتم. باید به من اطلاع بدی. فیلم رو دیدی؟ فیلم ها رو دیدی پسرم؟ ما چهارشنبه ساعت آخر نشانه ز رو درس دادیم. نشانه ز رو الان من دوباره میگم، ولی چون یه داستان با من داشت حتما برو تو آپارات ببین ساعت آخر چهارشنبه. ممنون خانم. مرسی. بچه ها روزایی که غایب میشین حتما فیلم های ما رو داخل آپارات ببینید. چهارشنبه نشانه ی ز رو با هم دیگه یاد گرفتیم. مهمونمون زنبوری بود. زنبوری اومد نشانه ی ز رو به ما یاد داد. قیافش چه شکلی بود؟ شبیه سرسره. شبیه ر. میگفت ز ز ز هستم. من داداش ر هستم. شکل سرسره دارم. بالا سر نقطه میذارم. شکل سرسره دارم. بالا سر نقطه میذارم. ز ز ز هستم. شیرین زبون من هستم. مانند زنبور هستم. من تیز و فرز هستم. دیدی زنبوری چقدر تیز و فرز بود؟ من تیز و فرز هستم. اول وسط یا آخر هر جا باشی من هستم. بچه گفتیم نشانه ز مثل د تنها، مثل ر تنها، ز تنهاست. اسمش ز تنهاست. چه اول کلمه بیاد، چه وسط کلمه، چه آخر کلمه چیه بچه ها؟ یکی یه دونه از هر جا بیاد شکلش همینه. خب از آقای خلیل مویز چی؟ میخوام کتابش رو باز کنه. خلیل جان کتابتو باز کن، تایید صدا و تصویر بده پسرم. سلام. سلام عزیزم، خوبی؟ صبحت بخیر. خوب هستم، شما خوبیم؟ مرسی، منم خوبم، شما خوبی؟ بله بله. خب آقای خلیل صفحه 45 کتاب فارسی جلوت هست؟ بله. خب برای من بخون از روش ببینم. اون خطا آبیو میگی؟ اول نه، اول توی تصویر صفحه 45 چه چیزی میبینی؟ اول اصلا اینجا اول... کجاست؟ به نظرت اینجا کجاست؟ اینجا جنگ. جنگ یا جبهه؟ جبهه. جبهه جاییه که جنگ توش انجام میگیره. درسته، میگرفته قبلا. درسته؟ اینا آقایون کیان؟ اینا بهشون چی میگن؟ سرباز. سرباز. بالا چه پرچمایی رو میبینی؟ خوب دقت کن. پرچم ایران. خب دیگه چه پرچمایی رو میبینی؟ یه پرچم زرد رنگ، یه پرچم قرمز رنگ، روشون نوشته الله اکبر.
الله اکبر، یعنی خدا خیلی بزرگه و از خدای مهربون این سربازا کمک خواستن. فهمیدی؟ خب حالا این پرچم ها چه رنگی هن؟ روشون چی نوشته؟ الله اکبر. چه رنگی هن حالا؟ قرمز و زرد. قرمز و زرد. زرد کجا یک کلمش نشانه داره؟ اوله. قرمز کجای کلمش؟ قرمز آخرش. مرسی، آفرین. خب اون آقایی که تفنگ دستشه اون عقب وایساده به نظرت میخواد چیکار کنه؟ تیراندازی بکنه. میخواد تیراندازی بکنه. حالا برو کلمه های کلیدی رو برای ما بخون ببینم. کلمه اول چیه؟ سرباز. سرباز کجای داره وایسا؟ آخرش. آفرین. کلمه بعد؟ تیرانداز. تیرانداز کجاش داره؟ آخرش. تیر انداز آخرش. آفرین. کلمه بعدی چیه؟ زرد. زرد کجاش داره رو؟ اولش. کلمه بعدی چیه؟ سبز. سبز کجاش داره؟ سبز آخرش. آخرش. مرسی، باریکلا پسر قشنگم. آفرین خلیل. خلیل با حوصله باش، خوابت نیاد. باشه؟ قبول؟ قبول. خوابت بیاد به ماما میگم یک کاسه آب بریزه رو سرت. اگه میخوای نجات پیدا کنی هر موقع به تصویر دادم خیلی با هیجان باش. باشه؟ باش. آفرین. گوش بده بریم سراغ دوست بعدیمون، آقای فراز محبوب پر. فراز جان تایید صدا و تصویر بده پسرم. سلام. سلام عزیز دلم، خوبی؟ بریم با هم پاورپوینتمون رو شیر کنیم ببینم پاورپوینتمون چی داره. یکی یکی کلمات رو یک بار دیگه پسرم برامون توضیح بده. خب فراز اینجا شما چی داری میبینی؟ با دقت نگاه کن. اصلا اینجا کجاست؟ جنگ. جبهه هست. کجاست؟ جبهه. جبهه، جایی که جنگ توش انجام میگرفته قبلا. خب این آقایون بهشون کی میگن؟ بهشون چی میگن؟ به این آقایون میدون جنگه. آفرین، میدون جنگه. الان اینجا بهشون چی میگن؟ به این آقایون چی میگن؟ سرباز. سرباز، باریکلا. اون آقایی که تفنگ دستشه داره چی کار میکنه؟ تیراندازی میکنه. چه پرچمایی رو شما میبینی؟ ایران، الله اکبر. پرچم الله اکبر. پرچم الله اکبر چه رنگایی داره؟ قرمز. قرمز و زرد. بریم سراغ نشانه امروزمون. نشانه ای که زنبوری اومد معرفی کرد اسمش چی بود؟ تنها. باریکلا. بریم سراغ بعدی. یکی یکی این تصاویر رو برا من بگو. این چی بود الان افتاد؟ سرباز. سرباز راحت میتونیم بخونیم. سرباز. بعدی رو برا من بخون ببینم. تیرانداز. تیراندازم راحت میتونیم بخونیم. سرباز کجای کلمه ز داره؟ آخرش. تیرانداز کجای ز داره؟ آخرش. باریکلا. کلمه بعدی؟ زرد. زرد. زرد کجای ز داره؟ اولش. آفرین. کلمه بعدی؟ سبز. سبز کجای ز داره؟ آخرش. آخرش. آفرین. فراز به کتابت نگاه کن، دو تا خط داره. میتونی اون دو تا خط و کلمه های اولش رو برا من بخونی؟ ایران، اون خطه اوله. آفرین. اول نوشته ایران، بعد باز نوشته ایران. چی؟ ایران. ایران. ایران من نمیدونم. پاینده. پاینده. پاینده یعنی چی خانم؟ پاینده یعنی اینکه همیشه پایداره، همیشه موندگاره، همیشه موندنیه. فهمیدی؟ بله. همیشه
میمونه، پاینده است، همیشه استواره. چطوری؟ همیشه موندنیه. من هر کلمه‌ای بهت بگم معنیشو با این که بگم بهت همیشه موندنیه، همیشه قدرتمنده، بهتر میفهمی. ایران، ایران پاینده. چی؟ ایران، ایران پاینده. با سرباز رزمنده. یه شعره. پایینش هم بگو. با سرباز رزمنده. رزمنده. رزمنده یعنی کسی که به خاطر کشورش میره میجنگه، جلوی دشمن وای میسه، بهش میگن رزمنده. فهمیدی؟ بله. ایران، ایران پاینده، با سرباز رزمنده. یعنی ایران همیشه قدرتمند میمونه با سربازای رزمنده‌ای که داره. آفرین پسرم. خب این از فراز. بچه یه لحظه همه گوش بدن، من میپرسم ببینم کی فهمیده. ببینید پسرای خانواده های عزیزم، هر چقدر مهارت های کلامی بچه ها بالاتر بره، توی جمله سازی ما به مشکل بر نمیخوریم، حتی توی کلمه خوندن هم به مشکل بر نمیخوریم. چطور بچه ها کلمه سختی مثل آدامز که نشانه های زیادی داره رو میخونن، اما کلمه مثلا کلمه نامعنوسی مثل بید، درخت بید، بچه خیلی سخت میخوننش. چرا؟ به خاطر اینکه آدامز کلمه یه که به ذهنشون، به گوششون بارها خورده کلمه آدامز رو. هر چقدر ما بیشتر برای بچه ها کتاب بخونیم، مهارت‌های کلامیشون بالاتر میره. هر چقدر بیشتر ازشون بخوایم که توضیح بدن، هر چقدر بیشتر ازشون بخوایم یک چیزی رو تعریف کنن. حالا من یه برنامه دارم واسه درس ایران، ایران پاینده با سرباز رزمنده. بچه ببخشید. هر کی فهمید دستشو بالا کنه. برای امشب میخوام پسرای گلم خبرنگار بشن، مثل خانم سلمانی که اخبارگو شده بود. شما هم باید خبرنگار بشین. برین از پدرتون، اگر پدرتون سربازی نرفته، زنگ بزنید از پدر بزرگتون بپرسید. یه خاطره از سربازی پدر بزرگتون ازش بپرسین. بعد برای من باید فیلمشو بگیریم، یا حالا میتونین مثل خبرنگارا برین از پدرتون سوال کنین، من ببینم شما چطوری سوال میکنید، پدرتون صحبت کنه، یا میتونین اصلا تصویر پدرتون هم نباشه، خودتون بگین خانم من رفتم پرسیدم از پدرم راجع به سربازی رفتنش، این خاطره رو تعریف کرده بود. بعد برای من یه فیلم به اندازه 2 دقیقه بگیرین و بفرستین. کیا فهمیدن چی کار باید بکنن؟ دستشون بالا. کیا فهمیدن چی کار باید بکنن برای امشب؟ ببینم کیا فهمیدن. کیا فهمیدن چی کار باید بکنن؟ علا فهمیدی باید چی کار بکنی؟ کیارش مقدم فهمیدی باید چی کار بکنی؟ چرا دستتون بالا نمیگیری؟ ایمان فهمیدی؟ خب اینا حتماً متوجه نشدن. کیارش مقدم هستی؟ دستتو میگیری بالا؟ کیارش مقدم، کیارش مقدم، بزن دسترسی به کیارش مقدم بدم. کیارش جان تایید صدا و تصویر بزن لطفاً پسر قشنگم. کیارش تایید صدا و تصویر میزنی؟ علا جان تایید صدا و تصویر میزنی؟ ببینم مشکل شما چیه. بچه دستا پایین. کیارش مقدم، علا عقیقی تایید صدا و تصویر بزنید لطفا. کیارش مقدم، علا جان تایید صدا بزن، تصویرم بزن. سرخورم ما اسمون ضعیف، اصلا تصویر رو صدا شما نداریم. الان فهمیدی من چی گفتم پسر قشنگم؟
گفتم برای امشب باید چی کار بکنی؟ فهمیدی یا دوباره بگم؟ الو صدای منو داری؟ الو صدای منو داری؟ الو یک بار برو بیرون دوباره بیا تا اینترنتت خوب شه. محمد یحیی گوش بده تا بگم. ما به خاطر اینکه درسمون راجع به سربازه، گفتم راجع به سرباز شما بشین خبرنگار، برین از پدرتون یا پدر بزرگتون، اگر پدر بزرگتونم پیشش نیستین تماس بگیرین، زنگ بزنید بگین یه خاطره از سربازیشون تعریف کنن، بعد برای من شما یا اون خاطره رو تعریف کنین یا اینکه اینجوری فیلمش رو بگیرین برام بفرستین، همینجوری که دارین ادای خبرنگارا رو در میارین. خب پسرای قشنگم، یه بار دیگه بریم سراغ خوندن درس. کیارش محمدی تایید صدا تایید تصویر بزن. کیارش جان، کیارش جان تایید صدا تصویر میزنی عزیز دلم؟ خوبم. سلام عزیزم، خوبی؟ صبح بخیر. صبح شما بخیر عزیزم. کتاب رو نگاه کن، کتاب رو نگاه کن، میخوام از روی کتاب کلمات کلیدی رو بخونی. پاورپوینت پخش نمی کنم چشات اذیت بشه. از روی کتاب بخونی. از روی کتاب کلمات کلیدی رو بخونی. سرباز، تیرانداز، زرد، سبز. آفرین. به من بگو زرد کجای کلمش نشانه جدیدمون رو داره؟ آخر. دقت کن. آها اول. زرد اول داره دیگه، درسته؟ تیرانداز کجا داره؟ تیرانداز آخر. خب آقای کیارش برو اون دو تا خط پایین رو برا من بخون ببینم چی بود الان فراز خوندش. ایران بخون. ایران، ایران پاینده، پاینده با بخون با پاینده. با سربازی، با سرباز رزمنده. ای نداره آخرش، ای داره با سیا، ای نداره به نظرت ای داره یا ای نمیتونه. چه خبریه؟ چه خبریه؟ نمیدونی. حالا نه، هر خبری هم باشه شما باید حواست به درس باشه. امروز ارزشیابی داری که چرا قشنگه. کیارش، کیارش محمدی لطفا حواست به درس باشه که چرا قشنگه. ایران، ایران پاینده، با سرباز رزمنده. کیارش محمدی پارسا از خریتایید صدا و تصویر بده. پسرم پارسا جان تایید صدا و تصویر بده. پارسا جان هم تایید صدا و تصویر بده. پارسا تایید صدا و تصویر. سلام عزیزم. سلام. خوبی پسر قشنگم؟ بله. تولدت مبارک پارسا. تولدت بود پنجشنبه؟ مرسی. بله. تولدت بود. بچه به افتخار پارسا که پنجشنبه تولدش بود دستاتون بالا، دست بزنی برای پسر قشنگم پارسا. پارسا تولدت مبارک. دستا بالا، دستا بالا، دستا بالا. نگاه کن چقدر همه برای دست زدن، چقدر دوستات دوستت دارن، همه برات دست زدن. پسر قشنگم. بچه دستا همه دست بزنی. خلیل برای پارسا دست بزن، تولدش بوده. تولد، تولد، تولدت مبارک. ایشالله 120 ساله بشی پارسای قشنگم. مرسی. مرسی پسرای مهربونم که اینقدر دوستتون رو دوست دارین. آفرین پسرای قشنگم. دستاتون رو بیارین پایین قربونتون برم. خب آقا پارسا کتاب جلوت هست پسر قشنگم؟ بله. بله. خب، کلمات کلیدی شروع کن، کلمات کلیدی رو خوندم ببینم.
سرباز. بله، کلمه بعدی. تیرانداز. به مامان نگاه نکن، به من نگاه کن. زد. زد. آفرین. چه نشانه ای رو ما تو این درس یاد میگیریم؟ نشانه ز. ز. اسمش چیه؟ ز. تنها. آفرین. چه اول بیاد، چه آخر بیاد، چه وسط بیاد، قیافش همین شکلیه، درسته؟ بله. آفرین پسر قشنگم. به من میگی زرد، کلمه زرد رو نگاه کن. زرد رو نگاه کن تو کتابه. کجای کلمه نشانه زرد رو داره؟ اولش. آفرین. کلمه سبز رو نگاه کن، بگو کجای کلمه نشانه زرد رو داره؟ آخرش. آخرش. کلمه تیرانداز رو نگاه کن، بگو کجای کلمه نشانه زرد داره؟ آخرش. آفرین. مرسی پارسای قشنگم، مرسی عزیز دلم. خب آقای سربالاوند تایید صدا بزن، تایید تصویر. مهراد جان تایید صدا و تصویر میزنی عزیز دلم؟ مهراد تایید صدا و تصویر بزن. سلام. سلام عزیزم، چرا میخندی؟ به چی میخندی؟ بابا به من بخندی. الان بابا بهم گفت الان مهراد سوال من رو صدا میکنن. بس صدا دی. حتما نبودی درسته؟ پشت سیستم نبودی؟ بله. بودی؟ پس چرا بابات گفت الان صدات میکنن؟ چی؟ من بابات گفته بود که الان از مهراد بپرس. خب به من بگو ببینم، کلمه های کلیدی رو سریع برای من بخونیم پایین. سرباز، تیرانداز، زرد، سبز. سرباز کجاش نشانی تنها رو داره؟ آخرش. خب اون دو خط رو بخون ببینم، دو تا خط رو. ایران، ایران پاینده، با سرباز رزمنده. بلند بخون. ایران، ایران پاینده، با سرباز رزمنده. بلند بخون، هر کی خوابه تو خونتون بیدار شه. ایران، ایران پاینده، با سرباز رزمنده. آفری عزیز دلم. برو خط پایین نشانه هایی رو که خوندیم برای من بخون ببینم. اول آقای اول. خب غیر آخر آخر. آفرین. اول غیر آخر تنها، غیر آخر اون آخر، غیر آخر آخر، او اول او غیر اول آخر، غیر آخر اون آخر، ای اول، ای وسطی، ای آخری، ای موسل. عاشقتم تنها. مرسی، عالی خوندی، عالی. مرسی عزیز دلم. برم سراغ کیارش مقدم. کیارش جان ایشالله که تایید صدا و تصویر رو بزنی عزیز دلم. کیارش جان تایید صدا و تصویر رو میزنیم؟ کیارش مقدم تایید صدا و تصویر رو میزنی پسرم؟ کیارش مقدم، کیارش مقدم. سلام. سلام. صبح بخیر. صبح شما هم بخیر. صبحانه خوردی؟ بله. خب خدا رو شد. از روی کتاب بخون ببینم کلمه های کلیدی رو. کلمه های کلیدی. سرباز. به این نگاه نکن، من میخوام از رو کتاب خودت بخونی. اینو من میبندم، از رو کتاب خودت بخون. سرباز. خب کلمه بعدی.
تیرانداز. آفرین. کلمه بعدی سبز. نه نه سبز نبود. من کتاب جلو کتابتو ببینم. کیارش کتابم جلو کتابم جلو نبود. کیارش چرا باید کتاب جلوت نباشه پسر قشنگم؟ پاشو من منتظرم. پاشو برو کتابتو بیار. پاشو عزیز دلم. کتابتو بیار دوباره به تایید صدا و تصویر میدم. کتاب همیشه جلوت باشه. اصلا اکتفا به پاورپوینت نکنید. بچه ها فقط باید کتاب رو ببینن. این پاورپوینت مثلا مهمون یه دقیقه شونه. یه دقیقه از من کلاس. ولی تا وقتی که با کتاب آشنا نشن، یعنی من صفحات کتاب رو انگار بچه ها باید انقدر نگاه کرده باشن که دیگه بفهمن کدوم صفحه اصلا شعر داره، کدوم صفحه نوشتنش چه شکلیه، چه کلمات کلیدی داره. آقای معمار نژاد تایید صدا و تصویر بزن عزیز دلم. حسان جان تایید صدا. سلام خانم. صبحتون بخیر. بخون ببینیم. سرباز تیرانداز زرد سبز. ایران ایران پاینده. خط پایین. سرباز پاینده. با با یک بار یک بار سرباز رزمنده پاینده. نه 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 ایران به ایران ایران پاینده. خط پایین. سرباز رزمنده پاینده. بار نشد کتابه. بله. خب بعد بگه یه بار دیگه ایران ایران پاینده. با سرباز رزمن پاینده. ببخشید بگو. بگو با سرباز رزمنده. حالا حالا نشانه ها تو اول و غیر اول ب... غیر آخر به آخر اول و غیر اول ده تنها غیر آخر آخر غیر آخر آخر او اول او غیر اول ت... غیر آخر ت... آخر تنها ن... غیر اول ن... آخر ای اول ای وسطی ای آخری ای مستقل. خب پسرای قشنگم جانم ایمان کاری داری پسرم دستتو میگیری بالا عزیز دلم؟ میپرسم از همتون جانم ایمان سلام کن تصویرتو نداده. سلام کن سلام سلام عزیز دلم. تصویر ندادم فقط فکر میکردم سوال داره. ایمان دستشو گرفته بالا. ایمان جا مشکلی هست؟ ایمان؟ بله جانم بفرمایید سوال داری؟ میشه من این کلمه ها رو بخونم؟ عزیزم میخونی از هر کسی یه سری سوال میپرسم باشه؟ میپرسم ازت و اگه بعد ازت میپرسم جانم چرا ا وسط تیر انداز؟ تیر انداز. آها بذار تایید صدا تو بدم. الان باید بهت بگم دیگه. بچه همه دقت کنین یه سوال خیلی خیلی خوب پرسید. آقای ایمان تایید صدا تصویرت هم بزن. بچه ایمان سوال پرسیده. بذارین تا من تختم رو بیارم ایمان سوالش رو جواب بده. بعد
بچه ها، ایمان به من میگه همه دقت کنین ها بچه ها، این خیلی سوال خوبیه، دقت کنین، ما در ادامه بهش بر میخوریم، اما من میخوام یه کوچولو اینجا براتون توضیح بدم که بفهمید. ایمان به من میگه کلمه تیر انداز، میگه مگه این اول نیست؟ اول تیر انداز اوله، چرا اول وسط کلمه قرار گرفته؟ آقای ایمان تیر انداز رو بخش کن ببینم، تیر انداز رو خودت بخش کن، بخش کن، سه بخشه. بچه دقت کنید، خوب دقت کنید، یه نکته رو میخوام بگم. تیر انداز گفت سه بخشه، یک دو سه، تیر بخش اول، بخش دوم ان، بخش سوم داز، تیر ان داز، درسته؟ یه بار دیگه بخش کن. بله. یه بار دیگه بخش کن. تیر ان داز. ببخشید بچه‌ها. تیر ان داز. بچه ها اگه توی بخش کردن هر موقع هر بخشی نگاه کنید، این بخش اوله، این بخش دومه، این بخش سومه، اگه اول هر بخشی، اول هر بخشی فرقی نمی کنه، بخش سوم باشه، بخش دوم باشه، یا بخش یکم یا بخش اول، اول هر بخشی صداهای کشیده فرمانده ها بیار، ما اول هر بخش بیار، ما اولش رو می نویسیم، اول اون نشانه رو می نویسیم. مثلا توی کلمه قرآن، قرآن رو اینجوری می نویسن بچه ها، نگاه کنید قرآن رو اینجوری می نویسن، دیدی قرآن رو؟ چرا اینجا آ وسط کلمه است ولی آ اول نوشته شده؟ می توانی به من بگی ایمان؟ قرآن، الان با توضیح که با تیرانداز دادم اصلا فهمیدی توضیح تیرانداز رو؟ چرا ا اینجا اول اومده؟ خب میتونی به من بگی چرا اینجا اول اومده؟ قرآن، نه تیرانداز، تیرانداز فهمیدی چرا اول اومده؟ ببین گفتم فرمانده ها، صداهای کشیده مثل آ، ا، او، ای، اینایی که صداهای کشیده خوندیم بالا جدولی ها، اگه اول هر بخشی بیان، اول بخش اول بیان، اول بخش دوم بیان، اول بخش سوم بیان، اول هر بخشی بیان، فرقی نمی کنه، اونا رو اولشون رو می نویسیم، اول نوشته شده به خاطر اینکه توی بخش دوم اول صدای کشیده اومده، تیر ا اول اومده، فهمیدی؟ حالا به من بگو ببینم فهمیدی؟ آقای بله. ایمان خب به من بگو که من متوجه بشم فهمیدی. چرا اینجا وسط کلمه ا اومده؟ بالا جدولیه. چی؟ چون که بالا جدولیه اول بخش اومده. آفرین آفرین، هر موقع بالا جدولی اول بخش بیاد با اولیش می نویسیم، حالا یا اوله یا اوله یا ای اول داریم کلمه که اول بخش بیاد، حالا یواش یواش بهش بر میخوریم، به کلماتی که اینجوری بودن، مثلا الان قرآن، قرآن چرا اول وسط بخش اومده، وسط کلمه اومده؟ چون که کشیدنیه بالا جدولیه. خب چرا اول بخش دوم؟ چی؟ اول بخش دوم. قرآن رو بخش کن ببینم.
قرآن. آفرین ایمان، فهمید. باری کلا پسرم. بچه ها یه سوال خیلی مهم ایمان پرسیده بود. نگاه کنید، میگه مثلا کلمه تیرانداز چرا وسط چیز اومده؟ چرا نشانه یه که اوله اما وسط کلمه اومده؟ ما که اولو گفته بودی خانم همیشه اول میاد. بله بچه ها همیشه اول میاد، اول، اما اول هر بخشی. ما یواش یواش که بهش برسیم، یواش یواش که کلمه ها رو شما بیشتر بخونید، اون موقع متوجه این قانونای کتاب فارسی میشیم. الان با یکی از مهمترین قانونای کتاب فارسی که ایمان برامون سوال پرسید آشنا شدیم. هر موقع اول هر بخشی فرق نمیکنه، بخش دوم میخواد باشه، بخش سوم میخواد باشه، بخش دهم میخواد باشه، اول هر بخشی صداهای بالا جدولی بیاد، نشانه های بالا جدولی بیاد، اونا رو با اولیشون مینویسیم. مثلا اول، مثلا اول، مثل کلمه قرآن. قرآن چند بخشه؟ دو بخشه. نگاه کنید، من اینو میپرسم چون مطرح شد، میپرسم این قانون رو. بچه ما فعلا نخوندیم قرآن رو و او هم نخوندیم، ولی اینو نگاه کنید، قرآن وسط کلمه او اول. آخه مگه میشه؟ قرآن بخشش میکنم دو بخشه. بخش اول قر، بخش اولشو مینویسم. حالا او هم نخوندید، من میذارم. بخش دوم آن. بچه نگاه کنید، اینجا یه صدای کشیده، یه بالا جدولی اول بخش اومده، یه بالا جدولی چی اومده؟ اول بخش اومده. میخواد بخش هزارون باشه، میخواد بخش دوم باشه، من اونو با اولش مینویسم. بذار ببینم یه نفر متوجه شد. کیان متوجه شدی من چی گفتم؟ کیان کارگری، میخوام ازت بپرسم ببینم متوجه شدی من چی گفتم؟ سلام. چرا تو سلام زندگیم، چرا تو کلمه تیرانداز وسطش ا اومده؟ چون که تو بخششه ا. تو بخشش ا کجا؟ تیرانداز. خب ا کجاست تو بخش دوم؟ وسط. نه اوله، چون توی بخش دوم اول اومده، ما اونو اول می نویسیم. تو قرآن چرا وسطش آ داره؟ بخشش کن تا متوجه شی. قرآن. خب چرا وسط قرآن آ اول می نویسیم؟ تو بخشش اول آفرین، تو بخش دومش اول آه. حالا میخواد بخش هزارم باشه، اگه اولش بالا جدولی باشه همیشه اونو با اول مینویسیم. مرسی پسر زرنگم. آفرین بچه، عالی بود. ما یواش یواش به این نکته ها میرسیم و این استثناءات زبان فارسیه. یه سری نکته ها داره که زبان فارسی که یواش یواش ما بچه ها متوجه این میشن که هر قانونی رو که خانم میگه شاید احتمال داره که یه استثنایی هم باشه، مثل میکاری. ای وسط کلمه اومده، اما چرا ای آخر اومده؟ بچه گفتیم که کارهایی که انجام میدیم، فعالیتهایی که انجام میدیم، مثل میروم، میدوم، میخوانم، مینویسم، میچشم، میخورم، جارو میکنم، همه این کارهایی که گفتیم انجام میدیم، چون این می زبر و زرنگه با تنبلی میجنگه، ای آخری اومد وسط کلمه قرار گرفت. این یکی از قانونهای زبان فارسیمون بود، یکی از قانوناش هم که الان فهمیدین پسرای قشنگ. حالا توی ادامه ما کلمات بیشتری داریم که بهش برمیخوریم. باریکلا پسر قشنگم. بریم بچه زنگ تفریح.